با درود به شما همراهان همیشگی آسمان هنر. برای خلق و یا اجرای یک اثر هنری از تمام حواس خودمون استفاده می‌کنیم تا بتونیم بهترین رو به معرض نمایش بگذاریم. فکر کنین چقدر هنرمندانه‌تر و سخت‌تر خواهد بود وقتی یکی از حواس پنجگانه ما در دسترس ما نباشه. برادران دیهیمی از هنرمندان موفقی هستند که در کودکی و در اثر یک بیماری بینایی خودشون رو از دست دادن. امروز از آقای سعید دیهیمی دعوت کردیم که مهمان ما باشن. ایشون که از سن 3 سالگی شروع به نواختن ملودیکا کردن، در 9 سالگی برای معالجه و تحصیل به وین رفتن و 1 سال بعد به ایران برگشتن. متاسفانه در 15 سالگی به دلیل ضعیف شدن بینایی ادامه تحصیل براشون ممنوع شد. در نتیجه تمام نیروی خودشون رو بر روی موسیقی و ساز پیانو گذاشتن و تا جایی پیش رفتن که تدریس هم می کردن. ایشون سال 1982 به آمریکا مهاجرت کردن و اما ادامه ماجرا رو از زبان خودشون می شنویم. خیلی خوش اومدین به برنامه ما آقای دیهیمی. خیلی متشکرم از دعوت شما. خیلی خوشحالم که میتونم از طریق تلویزیون پرقدرت آوا تیوی به سراسر دنیا در مرحله اول سال 1398 رو تبریک بگم. آرزوی زندگی پر از سلامت، خوشی، پر از پول، موسیقی، خلاصه هر چی خوبیه برای شما و بینندگانتون از خدا خواست داریم. ممنون. من هم متقابلا برای شما سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم، پر از عشق. من تا سال 1982 که تشریف آوردید به آمریکا رو برای بینندگانمون گفتم و اما ادامه ماجرا. بله، 1982 که ما آمریکا آمدیم، من یک قبلش توضیح بدم که من از سن 13 سالگی به خاطر اینکه خب من وقتی که برگشتم از اروپا و در خدمت استاد بزرگم جواد معروفی و آقای انوشروان روحانی آموزش موسیقی دیده بودم، دیگه شروع کردم صبح میرفتم مدرسه، بعد از ظهر میومدم شروع میکردم درس دادن. تا سن 15 سالگی که همونجا فرمانی که دیگه ما دکتر گفت بهتره که تو درس نخونی و اون مقدار دیدی که داری بتونی حداقل حفظش کنی. چندین سال تو ایران بودیم درس میدادیم و خب به خاطر موقعیتی که به وجود اومده بود ما مثل بقیه دوستان از مملکتمون مجبور شدیم خارج شیم و اومدیم به لس آنجلس، شهر فرشتگان، شهری که واقعا خب بعد از ایران عزیزمون یه جایی بود که خب ایرانیان بودن و میتونستیم اون حالت هومسیک رو نداشته باشیم، بتونیم اقلا هم وطنانمون باشن. شروع کردم کار، یکی از آدمای خوشبخت من بودم که تونستم همون کاری که در کشور عزیزم ایران انجام میدادم بتونم ادامه بدم و بتونم پل ارتباطی باشم بین خارج از کشور و ایران، چه به یک گوشه کوچیکی از فرهنگ ایران رو بتونیم در خارج از لس آنجلس حفظ کنیم، به خصوص در کنار برادر عزیزم حمید دیهیمی. جای یک هنرکده در خارج از کشور خالی هستش در کنار کتاب فروشی ها، رستوران های ایرانی که بسیار زیاد بودن. ما اولین هنرکده ای رو آغاز به کار کردیم به نام دنیای موسیقی که شروع کردیم اول با کلاس های موسیقی درس دادن و بعد به تدریج کلاس های فارسی و نقاشی و کلاس های رقص های ایرانی رو شروع کردیم با آموزش دادن. درسته، و اسمش رو فکر میکنم عوض کردید، درسته؟ دنیای موسیقی شد دنیای هنر. بله، به خاطر اینکه دیگه فقط دنیای موسیقی نبود که بله کردیم، کردیم میوزیک اند آرت، دنیای موسیقی و هنر کردیمش و دیهیمی میوزیک اند آرت، و هم موسیقی ایرانی رو درس میدیم هم موسیقی کلاسیک و الان کلاس های فارسی و رقص ایرانی
دختر هنرمند خوبمون خانم جمیله دلیله عزیز ما در کنارمون هستش که حدود بیش از 25 ساله که این هنر رو به بچه های ما میآموزن. چه عالی. شما آموزش آنلاین هم دارید آقای دهیمی، درسته؟ بله درسته، به خاطر اینکه تعدادی از دوستان من که در ایالت های دیگه هستن به خصوص موسیقی ایرانی رو میخوان آموزش ببینن، خوشبختانه با این موقعیتی که به وجود اومده، با این قدرت کارهایی که روی میتونه آدم دیگه در منزل هر کسی باشه از طریق کامپیوتر، مؤسسه دیگه یه آموزشگاه دیگه ای رو برای افراد روشندل و کمبینا راه اندازی کردید، درسته؟ کاملا درسته. من همونجوری که خب شما حتما به اطلاع بینندگانتون رسوندین، من و برادرم از ناراحتی چشم برخورداریم که از بچگی خب این ناراحتی رو ما داشتیم، چیز ژنتیکی بوده و هیچ وقت این موسیقی در کنار من نذاشته نه من افسردگی پیدا کنم، به خصوص در اون زمانی که خب ما در کشور ایران بودیم واقعا هیچ موقعیتی نبود در اون زمان برای یه فردی که به خصوص هندیکپ باشه یا نابینا باشه. و اون تصمیمی که خب یک پدر مادر میتونه به موقع برای یک فرزنده، برای آینده فرزندش بگیره، مادر ما فوری تصمیم گرفت که ما رو با موسیقی آشنا کنه. سازهای مثل پیانو، آکاردیون همیشه در اختیار ما بود، از بهترین اساتید دعوت کردن که ما موسیقی رو یاد بگیریم و این موسیقی در کنار من هیچ وقت نداشت منو این تاریکی، این ناراحتی بتونه منو از زندگی خودم عقب بندازه. ما اومدیم یک سازمان غیر انتفاعی رو به وجود آوردیم که به طور مجانا به کسانی که روشندلن یا کمبینان آموزش میدیم. الان حدود 30 تا شاگرد داریم و تمام اینا با کمک هموطنان عزیزم مخارجاش تهیه میشه و این هنر رو آموزش میدیم و تا حالا 3 بار روی صحنه برده میشه. اتفاقا همین 5 می همین امسال در کنار استاد خوبم، یکی از اساتید خوب ما، انوشیروان روحانی، به این بچه‌ها میرن برنامه اجرا میکنن و استادم گفتن که حتما میان در رویس هال UCLA که یک سال نیمه 1800 نفره برنامه اجرا میکنن. چه عالی، موفق باشین، امیدواریم که شعبه های زیادی داشته باشین و به همه اهدافتون برسین و چقدر خوب خواهد بود. براتون آرزوی موفقیت میکنم، به خدا میسپارمتون. منم چیزی که از بینندگان، تقاضایی که از بینندگان شما دارم، همیشه نقطه روشنایی زندگی رو ببینید. من خودم به مرور زمان چشمم از دست میدم و هنوز خوشحالم از اون قسمتی که میبینم و از اون قدرت میگیرم و زندگی رو ادامه میدم. آرزوی زندگی پر از موسیقی رو برای شما تلویزیون آوا تیوی و تمام بینندگان شما دارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شاد باشید. با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون، به خدای بزرگ میسپارمتون.